خب تو ادامه میخوایم یه موقع یه مقدار راجع به دیتا تیری صحبت کنیم و این وسط دستورهای دیگر رو هم باهاش آشنا بشیم. یه موقع اینا رو پریویوش رو میبندم، همه رو انتخاب میکنم، دکمه وسط رو میزنم، پریویو رو میبندم و یه دونه گرید میارم از پنل، از تب وکتور، پنل گرید، اسکوئر گرید رو این دفعه میارم. اسکوئر گرید فرقش با رکتنگولار گرید چیه؟ سایزش دیگه یکسانه، این سلولا سایزشون متفاوت نیست. توی رکتنگولار یا مستطیل میتونستیم بدیم سایزش توی این محور و توی این محور متفاوت باشه، توی این یکی دیگه نیاز نیست و جفتش یه اندازه است. یه دونه اندازه بهش میدیم، جفتش یه اندازه است. مثلا اندازه‌شو میدیم 2، تعدادش هم تو محور X و Y میدیم اینو X و 10، Y هم مثلا 20. زیاده، کمش میکنیم یا شاید مثلا 10 به جفتش میدیم. حالا این چی به ما میده؟ یه سری نقطه است که این نقاط برخورد این هست و یه سری سلوله که این سلول هست. چند تاست تعدادش؟ 10 ضرب 10، قاعدتا باید 100 تا باشه. اینجا میبینیم 100 تا. اینا رو میخوایم موبشون کنیم، همون کاری که تو تمرین قبلی کردیم. وکتور رو نیاز نداریم ولی بقیه اینا رو، اینا رو همه رو انتخاب میکنم با نگه داشتن کنترل، اینو خارجش میکنم از انتخاب و کنترل سی کنترل وی میزنم، میارمشون پایین. اینا رو هر کدوم رو رایت کلیک بکنیم، البته همون داستان کرک بودن نرم افزاره. اینجا رایت کلیک بکنیم دیسکانکت بهمون باید بده. میخواستم اینا رو از جایی که وصلن دیسکانکتشون بکنم ولی حالا بعضی هاشو میده. اینه که میده رو دیسکانکت میکنیم، اینه که میده رو دیسکانکت میکنیم، یه دونه رو نداد. اینا هم خب مهم نیست. اینو تعداد سلول رو به این لینکس وصل میکنم و الان انتظار داریم در اگه این سل رو به این وصل کنیم با اندازه های مختلف اینا رو جا به جاشون کنیم. ولی چه اتفاقی میفته؟ این خطوط معنی دارن، این خطوط و این رنگ ها معنی دارن. الان وقتی اینجا نارنجیه و این دوتا نارنجیه، یعنی یه ایرادی این قسمت داره. خب چه ایرادی داره؟ این وکتور نداره، یعنی امپتیوت ما باید یه وکتور داشته باشه. مقدار ما فقط مقدار رو اینجا بهش دادیم. وکتور میایم میگیم در جهت محور زد باشه. توی تب وکتور از وکتور یونیت زد رو انتخاب میکنیم و بهش میدیم. خب الان این اوکی شد. رایت کلیک میکنم، اینو پریویوش رو فعال میکنم، ببینید چه اتفاقی افتاده. اینا قرار بود که ما انتظار داشتیم که اینا به صورت رندوم این جیتر همشون بزنه و هر کدوم مقادیر مختلف داشته باشن، ولی اینا توی ردیف های مشخص جابجا شدن. چرا این اتفاق میافته؟ به خاطر اینکه
اگه به این پنل نگاه بکنیم، اینا دست دستند، هر 10 تا یه دسته شده و این گرفته، این خط معنیش اینه که این گرفته. و ببینین ما اینو اینجا متناظرش این میشه دیگه، این ساب سرفیس همون، این آیزوتریم همون، این خطایی که ازش خارج شده نگاه کنین، اینا فلته ولی این گرفته. این میاد چیکار میکنه؟ کلن بذارین یه شماره گذاری بکنم که شماره هاشو ببینید. یه دونه ایریا بیارم، و این سنترش رو توی وکتور پوینت، نه وکتور، توی دیسپلی ببخشید، توی دیسپلی وکتور پوینت لیست این اینو بهش بدم. نگاه کنین سایزش هم این مقدار بزرگتر کنم، مثلا دو زیاده یک. اینا همه صفرن، اینا همه یکن، اینا همه دون. خب این میاد چی کار میکنه؟ میاد اولین مقداری که از این جیتر تولید میشه رو میده به صفر، دومیشو میده به یک. یعنی یه دونه پنل دیگه براش بیارم، و بذاریم اینا داشته باشه. و به همین روال اینا رو جا به جاشون میکنه، یعنی ردیف ردیف جا به جاشون میکنه. ما وقتی بخوایم اینا دونه دونه جا به جا بشن چیکار باید بکنیم؟ ببینین الان اینا همه 0 1 2 3، ولی من اگه بیام اینو فلتش بکنم، چجوری میتونم فلت کنم؟ یکی این که اینجا رایت کلیک بکنیم و فلت کنیم، یکی دیگه یه راه حل دیگه اش همینه که اون فلت رو یه کامپوننت داره، احتمالاً فلتن تری، این تری رو وارد میشه، این تری خارج میشه، اینا فلت میشن. الان شماره هاشون رو نگاه کنین، 0 1 2 3 4 5 6 دیگه همینجوری رفت تا 99، از 0 تا 99. یه بار مقایسه بکنین، این در حالتی که فلت نباشه، این یک، من یه ذره فاصله این رو زیاد کنم که ببینیم، این در حالتی که فلت نباشه 0 1 2 به همین ترتیب، و این در حالتی که فلت باشه. خب ما الان اگه بیایم این چیزی که فلت شده رو اینو بدیم به موو، چی کار کرد؟ اومد بر اساس این چیزی که اینجا داریم، این دستبندی که اینجا داریم، همین این کار رو تکرار کرد، این مقادیر رو تکرار کرد. این به خاطر چی پیش اومده؟ به خاطر اینکه ما باید این فلتر رو به این لنکس هم میدادیم. الان مو به ما درست میشه، یعنی در اصل ما اینجا داشتیم با 10 تا مقدار فقط کار میکردیم، ولی وقتی که این خروجی فلت رو به لنکس بدیم دیگه این از گرافت بودن در میاد و درست موف میشن. خب یه نکته این، الان اینو هم پریویوشو ببندم، این نیاز نداریم بهشون. اینا رو هم همه رو با هم انتخاب میکنم، یه مقدار میارم پایین تر که جدا بشه از اون. خب الان
فکر کنم 10 دقیقه شد، بقیه شد تو ویدئوی بعدی میام، یا میتونم سریع همینجا بگم تو 5 دقیقه. ما اگه بخوایم اینو لافتش کنیم یعنی چی؟ یعنی اینا 100 تا سلول این پایینه، 100 تا سلول این بالا، از این به این، از این به این و همینجور متناظر همدیگه اینا ترسیم بشن و یه حجم به ما بدن، فکر می‌کنم وقت کم میاد، تو ویدئوی بعدی میگم.